سلام همه شنویا، هوکاگه اینجاست با خلاصه لایو استریم آپدیت 2.1 گنشین. این که بگم ادیتور در بستر کرونا است، من دارم ادیتش میکنم، انشالله که خوب شه. بله خب بچه ها، این استریم که 2.1 قرار بود ساعت 5:30 شروع بشه، خب 5:30 عصر، بعد من ساعت 5 نشسته بودم منتظر، اما ساعت 6:30 شروع شد و من تا ساعت 8 داشتم نگاش میکردم. خب این چند ساعت حساب کنین، چند ساعت، و ممکن فکر کنین که چقدر خسته شدی 3-4 ساعت پشت این تویچ بودی، اما نه، اینقدر اتفاقات جالبی در آپدیت 2.1 میفته که حتی از آپدیت 2 هم بهتره. مثلا باورم نمیشد چنین چیزی، یعنی مثلا انتظارش چنین چیزی واقعا نداشتم. اول از همه تریلر 3 دقیقه میبینید، خب نه اول از همه برید اون پایین تو دیسکریپشن، 3 تا کد ریدیم کد است. خب تا شنبه ساعت 9 وقت دارید، خب نه نه تا شنبه نمیدونم، تا شنبه وقت دارید، یعنی تا این ویدیو رو دیدید شنبهش تموم میشه این کده، پس سریع برید اینا رو بزنید. این اولین چیز، مهمترین چیز. بعد این تریلر 3 دقیقه میتونید ببینید، میتونید نبینید، چون پر از اسپویله، بستگی به خودتون داره. من بعد از اینکه شما این 3 دقیقه رو دیدید میام در موردش صحبت میکنم یکم. هینش میتونستم ریاکت بکنم، اما چون 10 بار دیدمش حقیقتا دیگه ریاکتی نمونده دیگه، من ببینم همینطوری فقط دست به سینه نگاش میکنم. پس شما این 3 دقیقه رو ببینید، بعدش من میام دقیقا توضیح میدم که چه اتفاقاتی قرار تو آپدیت 2.1 بیفته. پس برو که بریم. Repeat after me. 3, 2, 1, 1, 2, 3. You know, the earliest shrine on Watatsumi Island was not located in Sangonomiya. But after she struck down our protector deity, the shrine was abandoned. Recently, some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging. If that's the case, then the peace talks are likely a trap. The way people charge in here as they please. So uncivilized. Senora's the one behind all this? Ugh, not her again! Have you learned your lesson now? The way you follow me around like a dark shadow. Not even ashes will remain! Let's get them! Protect Madame Kujo! I will do everything within my power to defend my family's honor. Strike! Storm the front! You Kujo scum! Colluding with the Fatui isn't low enough for you already! You just want to take everything away from us! To survive hardship, you must prepare for hardship. Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory. Indulge my curiosity. What is the reason that I find you standing here before me once again? Shine down! Now you shall perish! Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? That's it. Just like that. Eternity stretches things out over a long time. But each moment within it becomes all the more fragile. Did you happen to see how the city looked on the way over here? Everyone's getting ready for the Moon Chase Festival! I'm taking part in this year's Masterful Chefs. If possible, I'd like you to be my culinary consultants. There is one dish that perhaps you could try making for me. We have 2 extraordinary talents this year. I'm
interested to see their choice of dishes. Okay, without further ado, let the cooking commence. Begin. دوستان تریلر دیدید؟ حال کردید؟ ببین من خودم رو زد کردم موقع که این میدیدم اولین بار و همش دهنم باز بود. آها. وای. یعنی واقعا عالی بود. خب خیلی خوب بود. اما دیگه حال ندارم اون ریاکشن اولی خودم بذارم، پس بدون که اینطوری بود نذارم. یک سه چهار صفحه من خلاصه نوشتم که چه اتفاقی قرار بیفته. با من باشید اگر میخواید بدونید که حال قرار بکنید. اولین چیزی که هست بحث شد بحث ایونت موندایته. این ایونت ماجراش چیه؟ یه مسابقه آشپزی داخل لیوی داریم که نینگوانگ میادش، کچینگ میادش، شانگلینگ میادش، جانگلی میادش و اتفاقات خیلی خوبی قرار بیفته. این به کنار، آها، یه چیز جالبی که قرار بیاد جایزش چیه؟ اون شمشیر ماهی است. بکنم همه منتظر اون شمشیر هستیم و به خاطر اون شمشیر رو توی این ایونت شرکت میکنیم. بس این از این. دومین بحثی که مطرح کردن داخل این ایونت، داخل این در واقع لایو استریم، بحث داستان اصلی بازی بود که حالا یه سری نکات رو بهتون میگم که داخل این تریلر هم تقریبا دیدید. اولین چیزی که گفتن که آقا شوگان داخل جنگ آرکانا که حالا چند هزار سال پیش اتفاق افتاد، یه چیز عزیزی رو از دست داده که قاعدتا شما الان توی ماجرایتون داخل اینازوما میفهمید اون چیز چیه، که من هنوز نفهمیدم. شما اگه فهمیدید تو کامنت ها بگید اون چیه که شوگان از دست داده بعد از اون رفتارش عوض شده. مثلا یادم نمیاد واقعا، پس بنویسید تو کامنت ها. بعد آقای اسکاراموش رو دیدیم. اسکاراموش رو میدونید کیه؟ من تو ویدیوام ازش صحبت نکردم قبلا. اگر میخواهید و نمیدونید کیه، ویدیوش رو میسازم براتون. و اینکه نقش مهمی خواهد داشت. تو تریلر هم دیدیم که چه نقش مهمی خواهد داشت. اینم از این ماجرا. و بحث مهمی هم که قرار اتفاق بیفته قسمت بعدی، احتمالا قسمت آخر داستان اینازوما است. ما صحبت میکنیم بالاخره با الکترو آرکان شوگان، که اینم خیلی بحث مهمی قاعدتا، خیلی مهم است، بسیار عالی. اما بحث خیلی 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 مهمه این آپدیت، کاراکترها. اول از همه هم با شوگان شروع میکنیم. چه قدرت هایی داره؟ چیزایی که بهمون گفتن اینا هستن. اصلا الان دارید میبینید پشت سر من قاعدتا، اصلش که نیزه است. این از این. دو، میریم سراغ ایش. ببین 10 خط توضیح داره ایش. نه البته همه قدرت داشت، فقط ایش نه. ایش چیکار میکنه؟ اون فکر کنم دایره دورش میاد شوگان، بعد به دشمنایی که نزدیکش هستن الکترو دمیج میده. خب یعنی مثل هوتا نیست که نیزش آتیشی بشه یا برقی بشه، فقط کسایی که دورشن خودکار الکترو دمیج میگیره. دو، اگر سویچش کنید، اون کسی که جای شوگان میاد یه چشمی میاد بالا سرش که اون چشمه الکترو دمیج میده بازم. بسیار عالی. بعد اگر سویچ کنید موقع که این فعاله، شوگان فعاله، اون کاراکتری که میاد برستش قوی میشه. هولی شت، عالی این. بعد از این چه ویژگی داره؟ این سراغ کیوش، سراغ برست شوگان. و اسمش هم که همونطور که همه حدس میزدیم موسونو هیتاتاچیه، اون فنی که شمشیر رو در میاره و واقعا هم با همون شمشیر میریم میجنگیم. حالا چه اتفاقاتی میفته؟ نورمال اتک، چارج اتک، پلانج اتک، همش تبدیل به الکترو دمیج میشه. هر چی دمیج میزنی الکترو دمیج، که قاعدتا معلومه چون شمشیرمون برقی شده دیگه. بعد ظاهرا این برقی که میزنه قشنگ فقط عکس برق بالا کاراکتر میاد، یعنی اصلا اون برق نمیشه جلوش گرفت، کاراکتر نمیتونه دفاع کنه که جلوم برق رو بگیره. حالا نمیدونم این جمله چه معنیای خوبی پشتش خواهد بود، باید ببینیم. حالا یه چیز خیلی جالب، هر نورمال اتکی که شما میزنید به کل تیمتون انرژی ریچارج میدید، یعنی اون برس تیمتون شارژ میکنه. این خیلی چیز خوبیه واقعا، لعنتی. یعنی هر طور شده میخوان ملت دارن اینو بگیرنش. بعد در مقابل آثار الکترو دمیج مقاومه. دیدید که مثلا اگر آب باشه الکترو شارژ اتفاق میفته، یا اگر آتیش و برق با هم ترکیب شن منفجر میشه. در مقابل اینا دمیج نمیبینه شما. خب وقتی که کیوش فعاله. بعد در مقابل اینترابشن مقاومت، یعنی چی؟ مثلا اگر یه کسی بهش ضربه بزنه بخواد پرتاب کنه عقب، شوگان پرتاب نمیشه عقب. اینم بسیار عالیه. بعد نورمال اتکاش برست حساب میشن. خب این جمله نمیدونم چه تاثیر مثبتی داره، اگر کسی دیگه اینقدر باهوشه که میدونه بهم بگه یعنی چی نورمال اتک های شوگان برست حساب میشن موقعی که کیوش فعاله. اینم بگید. آها، اگر ای آر بیشتر از 100 داشته باشه
تبدیل به الکترودمیج میشه. اینم خیلی جالبه. نمیدونم لزوما خوبه یا بده، اما هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. اینم از قدرت‌های شوگان. به نظر من که قطعا ارزش گرفتن داره، اما خب یای میکو میخواد بیاد تو آپدیت بعدی 2.2، اون یه ذره آدم تو شک میندازه. شوگامی هم اگه بخوام بهمون بدن آدم تو شک میفته، اما فعلا شوگان عالیه، شکی در عالی بودنش وجود ندارد. حتما واسهش ویش کنید. بریم کاراکتر بعدی. کاراکتر بعدی بانو سانگونومیا کوکومی هستش. خب من به شخص از این خانم خوشم نمیاد، خب به خاطر طرز لباس پوشیدنش، خیلی لباسای بدی داره واقعا. اما حالا قدرتش بررسی کن. یه دونه اول میریم سراغ ایش. ایش یه دونه اختاپوس، نمیدونم عروس دریایی میندازه رو هوا، خب بعد این تو زمین وای میسه، به یارامون جون میده، بعد دمیج آبم میده دیگه، یعنی هایدرو دمیج هم میده بهشون و خیستشون میکنه. میتونیم ویپرایز کنیم و هر کاری خواستیم بکنیم که جالب است. کیوش فقط دمیجاش زیاد میکنه، زیاد صحبت نکردن که کیوش دقیقاً چیکار میکنه، حالا بعدا ما ببینیم اینو. اما یه ویژگی خیلی جالب داره، روی این کاراکتر کریت دمیج و کریت ریت کار نمیکنن، مستقیم منفی 100% کریت ریت داره کوکومی. یعنی چی؟ یعنی خدا نگهدار کریت. اما در عوض چی روش کار میکنه؟ هیلینگ بونس دیگه. بدونید خودتون چه منظوری دارم. حالا معلوم نیست چطور این کار میکنه، اما به نظر یه چیز جدیدیه واسه خودش. خب اینم از این کاراکتر. بریم کاراکتر جذاب بعدی. کاراکتر بعدی کوجو سارا هستش، همونطور که پیش بینی میشد. چه قدرتای کوجو سارا؟ ایش مثل همون دایاناه، یعنی که رو به عقب میاد بعد تیر برقی میندازه. شاید هم تیر برقی نندازه، نمیدونم. اما وقتی که میاد رو به عقب ظاهرا یه چیز سیاهی، بال سیاهی میگیره. بعد اگر شارژ اتک بزنید، اون وقت اون شارژ اتک خیلی قوی میشه و نه تنها مثلا ای او ای الکترو دمیج میده، بلکه اتک تیم هم میبره بالا. در واقع یه حالت ساپورتور داره. بعدش هم انرژی ریچارج داره برای کل تیم، یعنی مثل به نوعی در واقع مثل ترکیب مونا میشه. ببخشید درست میگم مونا میشه؟ نه مونا نه، دایانا میشه با فیشل. یعنی حالت ایش شبیه اونه. انرژی ریستور انرژیش هم شاید بگیم که میشه مثل فیشل شاید. حالا کیوش چی کار میکنه؟ کیوشی حالا رعد و برق میزنه، یعنی 3-4 تا رعد و برق میاد بیرون، همه دمیج میخورن، چه این فضایی. خب این صرفا همینه. و اینم از این کاراکتر. و حالا چه نکته هست داخل بنر اول که میاد شوگان و ساران، داخل بنر دوم که میاد کوکومیه. خب یعنی یادتون باشه، و هم شوگان و هم کوکومی استوری کوست دارن. کسایی که علاقه من هستن به استوری کوست، که من نیستم قاعدتا بینشون، اینم واسه شما. یه کاراکتر دیگه هم همین حالا بگم الوی کدومه؟ الوی همون کاراکتر مجانی هستی که قرار بود بگیریم. الان بهتون میگم چیه ماجراش. الوی یه کاراکتری که گنشین با اومده با سونی مچ شده، خب تیم شده، اونو داده. فکر کنم بازی هورایزنه اگر اشتباه نگم. اینطوریه که داخل آپدیت 2.1 کسایی که PS4 دارن یا PS5 دارن، اگر وارد اکانتشون بشن، گنشین میاد الوی به علاوه اسلحهشو میده به شما مجانی. خب اما حالا کسایی که PS4 یا PS5 ندارن، داخل آپدیت 2.2 اگر وارد شید مستقیم الوی بهتون میده، اما اسلحهشو بهتون نمیده. اینم نکشه. قدرتاش چی هستن؟ قدرت حقیقتا جالبی داره. ایش یه دونه نارنجک میندازه، خب بعد منفجر میشه، بعد چند تا نارنجک کوچیک‌تر در میاد. بعد اگه رو اونا هم بره مین در میاد جاشون. خب اگه دشمن رو اونا بره منفجر میشن، بعد چند ثانیه منفجر میشه خودشون. خب اتک دشمن هم کم میکنه این نارنجکا. اما یه چیز جالبی که داره، من دقیقا نفهم سیستمش چیه. ظاهرا اگر مثلا مثل چیز هست، مثل یانفی که مثلا 3-4 تا وقتی اتک جمع میکنه، اتک بعدش قوی میشه. خب اینم اگر یه چیزی رو جمع کنه، بعد از یه مدت نرمال اتکاش کرایو دمیج دارن. و این که همتون میدونید که اگر نرمال اتک عنصر داشته باشه خیلی چیز خوبیه. خب اینم به نظر چه جذاب میاد. حالا باید بیاد ببینیمش. کیوش چی کار میکنه؟ یه قدرت دیگه هم که داره، اتک کل پارتی رو میبره بالا.
کل اعضای تیمو مثل همون سارا که دیدیم قبلش. کیوش چیکار میکنه؟ یه نارنجک پرتاب میکنه و با تیر میزنه بهش، منفجرش میکنه. صرفا همین، دمیج خوبی داره. این هم از آخرین کاراکتر. پس 4 تا کاراکتر جدید دیدیم، همشون هم جذابن. من کدومون میخوام؟ واقعا شوگان میخوام. کوکومی هم به نظرم میخوامش، یعنی من واقعا، چون که میدون دیگه کاراکتر آب و هیل هم میکنه. خب کاراکتر آب برای چی خوبه؟ من که مثلا هوتا دارم، دیلوک دارم، کل دمیجام آب، آتیشن، آب همیشه برای من چیز خوبی است. این هم از اینا و بریم قسمت بعدی. خب چند تا خبر دیگه هم میخوام بهتون بگم در گنشین نیوز. این دو تا جزیره جدید اومده، یکی واتاتسومی آیلند، همون جزیره کوکومی هستش که حالا یک صحنه‌هایی ازش میبینید و احتمالاً صدای ریاکشن مجریای گنشین هم ببینید داخلش. بریم که ببینیم. اما جزیره بعدی که هست جزیره سیرای، جزیره سیرای میخواد بیاد، این جزیره رعد و برقیه که داستان خیلی مهمی قاعدتا پشتشه و یه کلیپای از این جزیره هم میتونید ببینید. اما واسه دشمنای جدید، سه تا دشمن جدید داریم. یکی این پرنده برقی ها هستن که دارید این پشت میبینیدش، یکی مکعب آبی. ای خودم چقدر بدم میاد از مکعب آتیشی قبلی، حالا آبش اومد، معلوم نیست چه بلای قرار سرام بیاد. انشالله که خیره، انشالله که اتفاقات خوبی افت، راحت بزنیمش. بعد سینیورا قرار بیاد به عنوان باس هفتگی جدید و قدرت کرایه داره و پایرو داره و به نظر خیلی 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 باس جذاب و خاصیه و گفتن که یه سری قدرت‌های خاص داره که باید منتظرش باشید و منم منتظرش هستم. و خبر بعدی، ایونت ماهیگیری داریم. نمیدونم منتظر ماهیگیری هستید یا نه، من منتظر باغبونی بودم که حال نکردم واقعتا، اما حالا گفتن که ماهیگیری خیلی خاص داره. انواع اقسام چوب ماهیگیری داریم، انواع اقسام تومه داریم، انواع اقسام ماهی داریم. بعد بعضی از این ماهیای خاص هستن وقتی میگیریم میتونیم ببریمشون بذاریم تو کلکسیون خودمون. یعنی چی؟ یعنی میریم داخل اون پاتمون تو خونمون، بعد یه حوض میسازیم، بعد ماهیا رو اونجا پرورش میدیم. که اینم نظر چیز جالبیه، منتظرش بعد باشیم. خبر بعدی مربوط میشه به یه ایونت دیگه هست، نمیدونم چیه، اما اینطوریه که ما 6 تا تیم دو نفره میسازیم، بعد میریم دیگه خودمون رو میسنجیم. خب قدرت های جنگی خودمون رو بسنجیم و کسایی که اهل جنگن مثل من حتما با این ایونت حال میکنیم که ببینیم چند مرد حلاجی. کاراکترها هم اینطوری نیستن که بعد قوی کنیم، قدرت همه کاراکتر یکسانه، صرفا استراتژی جنگیمون سنجیده میشه و خیلی مهم است. و آخرین بحثی که هست، گنشین گفته یه کنسرت آنلاین دارم. علتش چیه؟ گنشین سالگردشه و من فکر نکنم این کنسرت آنلاین، گفته یه خواننده آمریکایی میارم خب، اما فکر نکنم اون چیزی مثل آریانا گرنده فورتنایت بشه. ما خیلی خیلی با اون فاصله داریم فعلا، اما شاید هم چیز خوبی بود، کی میدونه. پس این هم از آخرین خبر بود. امیدوارم که با این خبرهای گنشین حال کرده باشید. آپدیت 2.1 به نظر من عالی بود. یه سری سوال هم لایه ویدیو پرسیدم، اگر جواب بدید خیلی خوب میشه. و تا ویدیوهای بعدی، آها ما یه عالم ویدیو آماده کردیم، این ویدیو صرفا فوری فوتی اومد، 3-4 تا ویدیو آماده شده و در روزهای آینده میبینشون. همه ایشونو بیها بدرود.